ما نسبت به گذشته وقتی حالمون بد باشه یعنی ناسپاسی داریم، نسبت به آینده وقتی حالمون بد باشه یأوس میشیم. انسان موجودی که زود مأیوس میشه. روانشناسی انسان در قرآن اینو داره نشون میده و مکرر هم خداوند متعال این رو درباره انسان بیان کرده، هم نشون میده که خدا دوست نداره ما مأیوس بشیم، هم نشون میده مأیوس شدن یک حالت روانی بدیه که ما معمولا دوچارش میشیم. ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. میفرماد اگر به انسان یه رحمتی از جانب خودمون بچشونیم سپس این رحمت رو ازش بگیریم به شدت مأیوس میشه. من بارها شده پیش آمده جلساتی بوده در مورد دعای کمیل یا خودمون با رفقا دعای کمیل خوندیم، همون اول دعای کمیل اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئه اخطأتها، بعد از اینکه چند جور استغفار میشه در یه جنبندی صفحه دوم دعا، صفحه دوم بر اساس مفاتیح های کوچیک دارم عرض میکنم، خب خدایا همه گناهان ما رو ببخش. من به رفقا میگم که رفقا هر کی میخواست خدا گناهش رو ببخشه بخشید، بلند شه بره. بقیه دعا مالی نیست که اصرار کنی خدایا ببخش. بخشیدی یا نه؟ بذار یه بار دیگه بگم. شاید نبخشیده باشی. من از کجا بدونم تو بخشیدی؟ آخه ساده نیست که تو من رو ببخشی. بقیه دعا مالی نیست که تو سوء ظن داری به پروردگار. تلقی اینه در دعا که خدای حالا که منو بخشیدی اتقرب الیک به ذکرک، میخوام به تو نزدیک بشم بیشتر با تو حرف بزنم، اجازه میدی؟ طرف افسرده و دلشکسته نشسته یه گوشه، نه شاکر نسبت به گذشته نه امیدوار نسبت به آینده، گریه هم داره میکنه، همه بهش میگن التماس دعا. بابا به این دهگید التماس دعا. این اگه آدم بود الان شاکر بود، الان محزون نبود، اینجوری چه حزنیه؟ هر دل شکسته ای که قشنگ نیست. یک دعایی در حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، دعای جالبیه که زائر صدا میزنه خدایا من اگر تو حرم امام حسین زیاد میمونم مال این نیست که به تو سوء ظن دارم میگم، یعنی آیا خدا بخشید یا نه، یه کمی دیگه بمونم اصرار کنم، و اگر میرم مال این نیست که از حرم خسته شدم، من دلم هنوز اینجاست، اگه میرم از سر تکلیفه، اگه موندم هم از سر علاقه است. نکته جالبش اینه که تو حرم امام حسین هم بخوای بمونی از سر یأس بده. فکر نکن حالا ده تا دیگه دعا و زیارت کردی خیلی کار خوبی کردی، برای چی این کار داری میکنی؟ چرا ده مرتبه دیگه داری میگی؟ میگه آخه نمیدونم، مشکوکم، مأیوسم، نمیدونم که دعامو جواب دادن یا نه. این حالت بدیه. وقت روز قیامت یوم تبل سرائر معلوم میشه که خدا به هر کی هرچی داده به اندازه امیدش به خدا داده، به اندازه حسن ظنش به خدا داده.